میبینم که بازم دست خالی اومدی. واسه چی اینجوری دست خالی میای شاهین را عصبانی میکنی؟ اینش دیگه به تو مربوط نیست. کاری که بهت گفتم میکن. اینم که خیلی حرف میزنی. بیا دست تو. بخواه خوب کاری کردی با تن و بستیش و الا مثل اون دفعه قشقرق را میداخت. کیسه پولا کجاست؟ چیزی همراش نبود. یعنی دست خالی اومده. پولاکو دزدیدنش. چی؟ باور کن دروغ نمیگم، همونجور که گفتی رفتم بانک، همه پولا رو گرفتم، بعدش رفتم صرافی، همشونو یورو کردم، اما جلوی صرافی یه موتوری ازم قاپید. داری به شغل من توهین میکنی رانا. فکر میکنی با کی طرفی؟ با یه احمق گاگول؟ بگو پولا رو چیکار کردی؟ به خدا بهت راست گفتم، دفترچه حسابم تو جیبمه، میتونی نگاه کنی، حسابم صفر صفره. اصلا میتونی بری دمه اون صرافی از مغازهای اون دور بپرسی، از راننده آژانس میتونی بپرسی. فکر میکنی نمیفهمم که صحنه سازی کردی پولا رو بالا بکشی؟ باور کن صحنه سازی نبود. تو آدم بد سابقه هستی رنا. اون بارم که پولای رامین رو برداشتی همینجوری قیافه مظلوم به خودت گرفته بودی و منکر همه چی بودی. من رامین نیستم، قرون قرون اون پول از حلقو میدون کشم بیرون. ندارم، من هیچ پولی ندارم، هیچی ندارم که بخوای از حلقو من بیرون بکشی. حالا که پولی نداری دیگه رنگ بچه‌تم نمیبینی. تو رو خدا شاید جون مادرت قسمت میدم بذار بچه‌مو ببینم. خفشو که اسم مادر من نیریا. رامین، رامین تو یه چیزی بگو، به جون حامی پول رو ازم زدم، چی کار کنم که حرفمو باور کنی؟ چی کار باید بکنم؟ از رامین کمک میخوای؟ فکر میکنی میاد کمکت؟ یادت رفته که چی کار کردی باش؟ هر کاری بگی میکنم فقط منو دست خالی بر نگردون، بچه‌مو بهم بده، تو رو خدا شاهین بچه‌مو بهم بده. پولا بابا میگم این حرف شاید در راستشو میگه، این آدم حتی یک حرف راستم تو دهنش نیست. این نفر بحث بچهش بسطی بابا. یه فرصت دیگه بهت میدم. چیکار باید بکنم؟ میخواییم یادی از گذشته ها بکنیم. منظورتو نمیفهمم. قبلنا تیزتر بودی. میخوام یه جا به جایی کوچولو انجام بدم. چی؟ دارم بهت یک شانسی میدم که از خجالت من و برادرم در بیای. ولی من خیلی وقته که از این کارو نکردم. ولی هنوز زبلی، امروز پلیسا رو خوب گذاشتی سر کار. خوب به خودت داری میگی، پلیسا دنبالمن، اگه این کارو بکنم گیر میافتم. اگه احتمال گیر افتادن تو میدادم هیچ وقت جنسام به خاطر تو به خطر نمیداختم. نگران پلیسام نباش، یه فکر خوبی براشون دارم، یه جای دیگه میخوام سرشون رو گرم کنم. ضمناً تو که تو قال گذاشتن پلیسا خبره ای. ولی تو که این همه آدم تو دست بالته، چرا من؟ دارم بهت لطف میکنم، یه فرصت دیگه بهت میدم. به هر حال تصمیمش با خودته، یا پولا رو بهم برمیگردونی یا این کارو انجام میدی یا قید دیدن بچه تو میزنی.
چجوری باید این کارو بکنم؟ نسبت به سابق خیلی ساده تر شده. بچه های آشپزخونه ماشین رو برات پر میکنن، تو میبری ماشین رو تحویل میدی، ساک پر از پول رو تحویل میگیری، میاری میدی به من، البته به شرطی که دوباره تو راه ازت نزنن. جا به جایی دو روز دیگه است، همین الان بهم جواب بده هستی یا نیستی. هستم. غذاشو میخوره؟ آره بابا. هانیه بستنی خیلی دوست داره، تو رو خود مراقبش باش. مینا خیالت ها. مینا تو رو خود مواظب بچم باش. باشه نزو کسی اذیتش کنه، نزو شاهین عوضی موقع بهش مواد بزنه. تو رو خدا مینا. مینا تو رو خدا مینا. مینا مینا امام رضا خانم چی کار میکنی؟ نزدیکو بریزی به ماشین. خانم چی شده؟ چیکار کردی آقا؟ آقا شما برو بشین. آقا شما برو بشین. بریم آقا بریم. خانم تلفنشون زنگ میخوره چیکار کنم؟ جواب بدیم. ممکنه که بستگانشون باشه. بله. رعنا؟ من رعنا نیستم. شما از بستگانش هستی؟ کجایی الان؟ ازش بساز. همین پایین کلید سازی هست، معطلش کن. من حرف نزنم. بچم نتونستم بچم رو بگیرم. خیلی آروم باش. دو روز دیگه گفتن. دو روز دیگه چی داری میگی؟ یه بازم دیدیشون. دو روز دیگه بچه ها به هم میدن. بهتر نبودی رفتی پیش پدرت؟ نه. خب میگفتی بابات بیاد پیشت. تنهایی تو خونه خودم راحت‌ترم.
پس گفتم بچه رو بهت میدم نه؟ آره. نگفتم به ازش چی میخوام؟ من که قرار بود اینقدر سال جامو پس بدم میرفتم خونه بابا. من اصلا همشون منظور نداشتم. میرانو من شرطو درک میکنم. میدونم تو این موقعیت به هیچ کس اعتماد نداری حتی پلیسا. حالا اگه خواستی با کسی حرف بزنی من چند تا دوست خوب تو اداره آگاهی دارم. میتونم کمکشون حساب کنم. ممنون. اونجا که بیهوش شدی اون خانمی که رسوم بهت بیمارستان مداد دارم. دست درد نکن. خداحافظ. سلام خانم. سلام. سروان دبیری هستم از اداره آگاهی. لطف کنید همراه من تشریف بیارید. چرا؟ ببخشید مشکلی پیش اومده؟ نه چیز مهمی نیست، یه سوال جواب ساده است، باید با هم بریم اداره آگاهی. میخوام من باهات بیام؟ نه الان به علی زنگ میزنم. نیازی نیست به کسی زنگ بزنی. ایشون وکیلم هستن، میخوام اونجا باشن. باش بفهم. کاری داشتی من تماس بگیر. سلام. بردن شاگاهی سلام. دیر کردی. رفتم شاید از لباس آوردم. خریدم که رفتی. چی خریدی؟ بستنی. بستنی؟ من که بستنی دوست ندارم. میدونم تو دوست نداری ولی بچه که دوست داره. از کجا میدونی؟ بابا بچه هست دیگه، همه بچه ها بستنی دوست دارن. ببین مینا نبینم باش خیلی قاطی بشی ها. نه بابا. من فقط یه سوال از شما داشتم، لازم نبود مزاحم وکیلتون بشی. مزاحمت نیست، من شخصا خدمت رسیدم که متوجه بشم برای چی در طی این دو روز دو بار موکل منو به اینجا احضار کردی. کاملا واضحه، به خاطر دزدیده شدن هانیه فروخ هست. شما از همون روز اول میدونستید که ایشون هیچ تقصیری ندارن. من میخوام بدونم دلیل این رفتار چیه. خانم شمس امروز دوتا از مامورای ما رو که در تعقیبشون بودن قال گذاشتن. میخواستم بدونم چرا. قبل از اینکه ایشون بخوان جواب بدن من میخوام بدونم که بر چه مبنا و اساسی با چه ادله جناب عالی دستور فرمودید ایشونو تعقیب کنم. بنا به دلایلی که اصلا لازم نمیدونم برای شما شرح بدم بنده به موکل شما مشکوک. مشکوکین که چی؟ مشکوکین که بچه خودشو دزدیده؟ نه، که دزدا باهاش تماس گرفتن و ایشون به ما نمیگن. درسته؟ نه خیر، هیچ کس با من تماسی نگرفت. پس میشه بگید چرا دست مامورای ما فرار کردی؟ فرار نکردن، شاید خیلی اتفاقی توی خیابون مامورای شما ایشونو گم کردن. اتفاقی نبود آقای صفوی. خانم شمس رفتن توی ساندویچ فروشی، کیفشون رو گذاشتن رو میز، رفتن طرف دستشویی خانما، از در پشتی کنار آشپزخونه رفتن بیرون. حالا کجا میخواستن برن که نمیخواستن یا میترسیدن مامورای ما بفهمن من نمیدونم. ببینید من متوجه شدم که دارن منو تعقیب میکنن، البته وقتی از خونه پدرم اومدم بیرون متوجهشون شدم. خب ولی من نمیدونستم اونا پلیسن، من خیلی ترسیده بودم. مگه کس دیگه هم شما رو تعقیب میکنه؟ بله، همسر سابقم. از وقتی که از زندان آزاد شدم اون همه جا منو تعقیب میکرد تا اینکه تونست آدرس خونه و محل کارم رو پیدا کنه. اسم همسر سابقتون؟ رامین پایور. البته ایشون چند ماهی که فوت کردن. هیچ چند وقتی بود که فکر کردم از شهرش خلاص شدم، البته امروزم متوجه نشدم که اونا مامورای شما هستن. فکر کردم
از اطرافیان یا دوستان همسر سابقم هستم. آخه چون از در خونه پدرم تعقیبم کردن، گفتم لابد آدرس خونم رو پیدا نکردن، برای همین از اونجا منو تعقیب میکردن. خب منم خیلی ترسیدم، تصمیم گرفتم که دستشون فرار کنم. دوستان و اطرافیان شوهر سابقتون برای چی باید شما رو تعقیب کنن؟ اینشو دیگه نمیدونم، فقط میدونم من خیلی ترسیده بودم. خانم شمس، شما قبلا با یه باند خطرناک همکاری داشتید، احتمالش زیاده که این دزدی بچه هم زیر سر اونا باشه. اگه با تون تماس گرفتن، تهدیدتون کردن، نترسید، به ما بگید، ما کارمونو بلدیم، میدونیم چی کار کنیم که جون بچه به خطر نیفته. ببین جانم سرهنگ، اونا دنبال پول هستن، من که پولی ندارم، پس با من کاری نمیتونن داشته باشن. پیدا کردن بچه‌شه که حتی به ذهنش هم نرسید که ما پولا رو زدیم. چرا بچه رو بهش ندادی بره؟ به همین زودی خسته شدی؟ ما که هدفمون فقط گرفتن پولا نبود، یادت رفته؟ نه. که دیگه پلیسی نیستش، منم و تو، من به عنوان وکیلت موظفم رازدار تو باشم. واقعا کسی با تو تماس نگرفته؟ من که تو رو میشناسم، غیر ممکنه از هانیه خبر نداشته باشی اون وقت اینجا انقدر آروم نشسته باشی. رنو با من حرف بزن، به من بگو واقعا هیچ کس به تو زنگ نزده؟ نه. یعنی تو هیچ خبری از هانیه نداری؟ نه، من هیچ خبری از هانیه ندارم. اینطور پس پلیس ها اومدن دوباره سراغی تو؟ بعد وقتی پولو میگرفتی بچه هم تحویل میدادی، اینجوری همه رو به خطر میندازی. شما به جای دخالت کردن تو این حرف ها بهتره حواست به رعنا باشه دیگه. بیشتر از این میخوام تا وقتی کارمون تموم نشده چهار دنگ حواست بهش باشه. رعنا به من اعتماد کامل داره، مطمئنم خلاف دستور شما. مینا شور، مینا چیه بابا اینقدر داد میزنی؟ ببخشیم والا حسرت، نمیدونستم که اعصابتون خراب میشه. کتاب قصه میخونی؟ والا دیگه بهتر از این بلد نیستم سرگرمش کنم، چیکار کنم؟ میترسم بچه رو بفرستیم بره تو واسه حسابی دلتنگی کنی. تو که میخواستی بفرستیش امروز فرستاده بودیش دیگه. میخوای رعنا رو بفرستی سر قرار بیفته زیر دست مامورا؟ آره
از همین چیزایی که تو گفتی با یه کمی نمک فلفل بیشتر. مثلا چی؟ چون دختر خوبی هستی بهت میگم ها. یه اسلحه براش فرستادم. آخ 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 آخ. حالا میخوای مسلح گیرش بندازی و همینجوری یافته گوشه آلافتونی. اگه شانس بیاریم یه شلیکم بکنه که دیگه محشره. اون همه جنس میخوای چیکار کنی؟ همه اونا رو میخوای بدی دست پلیسا؟ اول اینکه جنس مرغوب نمیذارم، برای مامورا که فرقی نمیکنه. میکنه؟ نه. دومیشو بگو. دوم اینکه ماشینو مثل همیشه پر پر نمیکنیم. ضررش هم با من. جلاش کندم. خسته نباشی. کجا؟ صدات کردم که باید حرف بزنم. من فکر کردم دلت برام تنگ شده. پلیسا دوباره رفتن سراغ رعنا. باید یه کمی سرگرمشون کنیم تا رعنا کارشو بکنه. ما هم یه چند تا عکس ازش بگیریم. این روزنامه رو بده دستش یه طوری که تاریخش خوب معلوم بشه. سلام آجم چطور؟ میام میام. الهی من فدای تو بشم. زیر چشماش چقدر گود افتاده. چه روزی افتاده بچم. باید به پلیس خبر بدیم. بفرمایید. همین الان از خونه فروهر تماس گرفتن. رو به انده ها براشون یه عکس از بچه فرستادن. پس بالاخره خودشون نشون. بله. تلفنشون کنترله؟ بله خدا. به بچه ها بگو حسابی حواسشون رو جمع بکنن. باید ردشون رو بگیریم. هر تماس مشکوکی ولو کوچیک به من گزارش بشه. امر دیگه نداریم. نه بفرمایید. موفق باشید. دهکداری باید بیای بیرون. هوای محشریه. وقتی نتونی راه بری چه فایده ای داره؟ تو باید به این وضعیت عادت کنی. این بچه حالش خوب نیستا. چشه؟ تب کرده. همچین گفتی ناخوشه. گفتم چشه. تب رو بهش میدادی؟ تب رو بهش دادم. بهتر نیست برمش دکتر؟ چرا؟ بعدش هم میبریمش سینما. بابا پارو پاشویش کن. از ما گفتن رو؟ نمیدونم دیگه. دو روز دیگه هرچی بشه میخوام بزن سر من. کازه بزا سر من مشکنه. الله. چیه؟ داداشی نگران بچه شده؟ بابای خوبی میشدی. حیف که قدرتو ندونست. حالا میخوای چیکار کنیم؟ ناهار میخوریم. تماس نگرفتم. باشه تو به کارت برس. خبری شد من خودم باهات تماس میگیرم. باشه خدافظ. محسن بود میخواست بدون زنگ زدن یا نه؟ سلام بابایی. سلام عزیزم، حالت خوبه؟ الو هانیه. مامان. هانیه دخترم خوبی؟ چرا نمیای دنبالم؟
میام عزیز دلم، میام دنبالت. هانیه جان، هانیه الو، قطع کرد، حتی نزاش بچه حرف بزنه، قطع کرد. بیا بارش کردم، بیا. الو، شنیدم پلیسا باز اومدن سراغت. نگران نباش، سرشون جای دیگه ای مشغول کردن. هدیه‌ام رسید به دستت؟ خواستم دست خالی نباشی، به میگن خدمات رفاهی. گوش به زنگ باش، فردا بهت میگم چی کار باید بکنی و کجا باید بری. تا فردا. منم برات کادو نگرفتم. تو که بهترین کادو رو به من دادی. دیگه بهتر از این چی میتونم بخوام؟ یه بچه یه سالم و سلام. سلام خسرو، من باید همین الان ببینمت، میتونی بیای اینجا؟ باشه باشه، منتظرتم. خیلی بهتر بود. با دکترش صحبت کردی؟ آره، میگفت احتمال به هوش اومدنش خیلی زیاده. خدا رو شکر، تو این روزا همین خبر کوچیک هم میتونه خوب باشه. الو، دکتر فروهر؟ خودم هستم. صدای بچه تو شنیدی؟ میخوام ببینمش. عجله نکن، میبینی به زودی. من این صدا رو میشناسم. هرچی همشه مشتری خودم هستی. این دفعه چقدر میخوای؟ چقدر حاضری برای دیدن بچت بدی؟ حرفتو بزن. عجله نکن، تماس میگیرم. الو، الو، نمیزنه. یعنی چی؟ پس چرا اینا با ما اینطوری میکنن؟ چرا حرفشون رو نمیزنن؟ من دیگه طاقت ندارم. میخوان شماها رو عصبی کنن. آروم باشید. آخه چطوری آروم باشن؟ یعنی چی؟ یعنی ازت خواستم واسه شون قاچاق کنی؟ آره. تو که نمیخوایم چی کاری بکنی؟ واسه هم میخواستم ببینمت خسرو. من یه تصمیم مهم میخوام بگیرم. میخوام که با پلیس همکاری کنم. البته نه با سرهنگ سبا و گروهش. چرا؟ چون احساس میکنم شاهین تو اونا یه نفوذی داره. هر دفعه که پلیس میاد سراغ من بلافاصله شاهین خبردار میشه. من به سرهنگ سبا و گروهش اصلا اعتماد ندارم. پس ما چیکار کنه؟ تو گفتی یه آشنا گردن کلفت آگاهی داری، درسته؟ آره.
ازت میخوام باشون تماس بگیری، قضیه رو بهشون بگی، بگی من حاضرم باشون همکاری کنم، حتی حاضرم بهم یه ردیاب وصل کنن، من میرم سر قرار، ولی اونا هیچ کاری نکنن. بعد از اینکه من پولا رو دادم به شاهین، اونا میتونن بیان سر وقتش. اینجوری هم شاهین رو دستگیر میکنن، هم دارو دستشو. فقط من یه شرط دارم. چه شرطی؟ تا وقتی که هانیار از اون خونه بیرون نیوردم به اون خونه حمله نکنن. شرطی که ما که تعیین نمیکنی، ولی من میتونم باشون صحبت کنم. خسرو خواهش میکنم هیچ اسمی از من نیار تا وقتی که شرطمو قبول کنن. باشه. چقدر فرصت داریم؟ فقط فردا. فقط فردا. خواهش میکنم. بچه تب کرده، حالش خوب نیست. این بچه تشنج کنه خطرناکه. صبر کن شاهین بیاد. چی چیو صبر کن تا شاهین بیاد؟ میگم این بچه حالش خوب نیست، من دارم سکته میکنم از صبح تا حالا. نه سلامتی پدرشی، بگو یه کاری بکنم. بابا یه چیزی بگو دیگه. خیالت راحت باشه، به محصی که برسم خونه باشون تماس میگیرم. شرط من که یادت نمیره. نه خیالت راحت. ببین بهشون بگو شاهین یه آشپزخونه مجهز داره، اون اگه شرط منو قبول کنن هم میتونن آشپزخونه رو بگیرن، هم شاهین و هم طرفای خریدارشون. معامله خوبیه، مطمئنم قبول میکنم. خسرو تو همیشه تو شرطی سخت به دادم رسیدی، نمیدونم واقعا تو این لحظه چی باید بگم جز این که واقعا ممنون. تشکر نهایی رو بذار هر وقت بچه را دستشون آزاد کردین. ایشالله. شبت بخیر. شب بخیر.
به مشهود بدن خواهد شد. بله؟ کیه؟ کیه؟ چشاتو با کن.